یکی از مدیرای کار اگر اهلیت بود، حالا من اسمش رو نمیبرم، من خودم میگفت که ما تازه راه باز شده بود، میومدیم که هم تازه یعنی راه باز شده بود بعد از صدام، میگفت هنوز خیلی مثلا این برنامه اعتزازی ها که پاسپورت ماسپورت این هر که داشت میومد نمیشد، میرفتیم میومدیم، میگفت که ما یک اتوبوس آماده کردیم بیایم، این دفعه یه بند خدا اومد گفت آقا سید میشه این مادر ما رو ببرید، گفتم ما اتوبوس هم چند صندل خالی داشتم خوشحال شدم، گفت حالا اتوبوس هم پر میشه، گفتم بله چه نه منت هم دارم، میگفت آقا رفت دیدم که رفت مادرش رو بود بیلچه، بعد دو سه تا شدن یه پتو پنگ کردن مادر رو گذاشتن بالا و گفت آقا سید این پاسپورت اینم پول مادر ما زحمت چه بکش ببره بود، گفتم اگه شما کسی همراهشون نگفتن نه ما که نمیرسیم بیدن که خودتون زحمت چه بکش، بعد میگفت این بند خدا یعنی واقعا افتاده بود، حتی اراده دستشوی خودش هم نداشت، مایی بیویش میکرد، میگفت تو راه که اومد بودیم یه مقرار که اومده بودیم بند خدا دستشوی که تو خودش اینا بود اون گرفت بود اتوبوس، خلاصه ما اومدیم گفتیم که به زنها گفتیم که بره این بند خدا میشونه اینجا مشکل فلان نه هیچ که حاضر نشه، میگم من خودم مجبور شدم برم بند خدا رو عوض بکنم، رفتم عوض کردم، بعد تمام که شد شروع کردم غندگند کردن امام حسین این چه ظاهر بود برای ما فرستادی فلانه، خلاصه اشتباه کردم، گفت اون لحظه خودش میگفت من خیلی اشتباه کردم، بعد میگه به هر نحوی بود که دیگه ما حالا اومدیم کارمان برگشتیم، میگفت من هفته بعدش مجدد یه اتوبوس برد کردم بیام کربلا، همین که اومدیم بیام نشد دیگه، من بیام سری بعد سری بعد سری بعد سری بعد تو یک سال توفیق قدم گرفتش، بعد فهمیدم که قضیه از کجا آب میخوره، از همین که من سر امام حسین غر زدم، بعد میگفت یه شب جمعه بود رفتم تو مسجد نماز بخونم، میگفت بعد از نماز مراسم بوده و خلاصه حاج آقا رفته بود بالا منبر داشت صحبت میکرد، گفت که هر که دلتنگ کربلا هست و مشکل داره بره پشت بوم خونه است باید دیگه صلی الله علیه و آله و هر حرفی که بزنه به دست بوم، گفت من اومدم پشت بوم و فهمیدم قضیه از کجا آب میخوره، با دل شکسته شروع کردم گریه کردن، سه بار گفتم صلی الله علیه یا آبا عبدالله و گفتم یا امام حسین من غلط کردم اشتباه کردم، اگه به شما غور زدم شما توفیق بده من بیام کربلا، از اون بدترش هم حاضرم بیام خدمت شما بکنم، بگو آبا ما همین که گفتیم سه روز بعدش توفیق شد و اومدیم کربلا و الان هم رفته خادم امام رضا شدم اون بنده خدا آره. میگم یعنی اینجا حالا به هر آدم کم و زیادش اگه یه ذره غور بزنی آره. توفیق گرفته میشه آره. نه من اینو هر کسی در یک میاد اینجا، مثلا ما بودیم یه سال اومدیم اینجا رفتیم آزاد اومدیم رفتیم تو این حسینی اینا، یکی اومد گفت بابا ما پول داریم چرا رفتیم فلان، گفتم تو پول داری بقیه یک پول نداری، اومد اینجا جلو هر امام حسین گفت یا امام حسین اگه من میخوام دیگه اینجور میام کربلا 8 سال نمیتونستی بیاد کربلا 8 سال، بعد 8 سال همین دو سه ماه پیش اومد کربلا اینجا الحمدلله هم... یه بار دیگه خودت رو معرفی میکنی بلازاده هستم در خدمت شما خادمه چه بخش از حرم؟ صحنه؟ صحنه عقیله در خدمت هستم عقیله یه کدوم برمیشه صحنه عقیله؟ بسمت الان هم اومدیم صحنه امام حسن در این بسمت میشه سلامتی انشاءالله.